به عنوان دیوریتیک و در مواردی که به هر علتی ما هایپر آلدسترونیسم ثانویه داریم میتونیم از اسپرینولاکتون و اپلرنون استفاده کنیم اسپرینولاکتون فعالیت خفیف هورمونی هم داره در چه میتونه توی آقایون جینیکومایستی بده و توی خانوم ها اختلالات قاعدگی و پرمویی یا هیروزوتیزم ایجاد کنه ولی اپلرنون این اثرات هورمونی رو نداره دسته بعدی داروهامون داروهایی هستن که گیرنده های بتا رو بلاک میکنن و مسدد بتا آدرنرژیک هستن یا بتا بلاکر شامل آتنانول، پروپرانولول، متوپرولول و کارویدیلول مسدد های آدر انرژیک آدرنرژیک شامل بتا بلاکر ها هستش اصلاح زبط مسدد های بتا آدرنرژیک همون بتا بلاکر ها هستن که در واقع گیرنده های بتا یک قلب رو مهار میکنن و باعث کاهش برونده قلبی میشن چون وقتی گیرنده بتا یک مهار بشه ضربان قلب پایین میاد قدرت انقباضی قلب هم پایین میاد در نتیجه برونده قلب پایین میاد و در نتیجه اون فشار خون هم افت میکنه. علاوه بر اون به تابلاکرها باعث کاهش ترشح رنین میشن که منجر به کاهش آنجوتانسون دو میشه همونجوری که تو چند تا اسلاید قبل توضیح دادم و این میتونه مقاومت محیطی رو کم کنه علاوه بر اون آنجوتانسون دو که کم میشه آلدسترون کم میشه در نتیجه دفع آب و نمک زیاد میشه و باعث کاهش حجم خون میشه و به این ترتیب میتونه برونده قلبی رو کم کنه چون حجم پرشدگی قلب رو کم میکنه و به این ترتیب فشار خون باز افت میکنه خب عوارض جانبی بتا بلاکر چی هست؟ باعث هایپوتانسیون و کاهش شدید فشار خون میتونن بشن. میتونن به رادیکاردی بدن و به طبع اون خستگی و بیخوابی رو هم برای مریض ایجاد کنن دسته بعدی دارو هامون مهار کننده های سیستم رنین آنجیوتانسین هستن ما چند نوع دارو داریم تو این دسته یه سری دارو ها میتونن مهار کننده های رنین باشن که وقتی این کار انجام میشه آنجیوتانسین جن دیگه تبدیل نمیشه به آنجیوتانسین یک و به این ترتیب میتونه اون اثرات تانسین رو کم کنه دسته دوم مهار کننده های آنزیم ایس هستن آنزیم مبدل آنجیوتانسین اتفاقی که اینجا میفته در نتیجه تانسین یک به آنجیو تانسین دو تبدیل نمیشه و در نتیجه اون اثرات تانسین دو که افزایش ترشح آلدسترون و انقباض عروق بود صورت نمیگیره و فشار خون افت میکنه و دسته سوم داروهایی هستن که آنج... گیرنده گیرنده آنژیوتانسین دو رو مهار میکنن یعنی آنتاگونیست گیرنده آنژیوتانسین دو هستن که به این ترتیب میتونن اثر کنن و اثر آنژیوتانسین دو رو کم کنن ای که باید در نظر داشته باشیم که مهار کننده های آنزیم ایس وقتی استفاده میشن ما گفتیم برادکینین رو ایس تبدیل میکرد به فرم غیرفعالش پس وقتی ایس مهار بشه دیگه برادیکین کرین غیر فعال نمیشه و همونجور میمونه و میتونه عروق رو گشاد نگه داره و این هم به افت فشار خون کمک میکنه خب مهار کننده های آنزیم مبدل آنجوتانزیم مثل کاپتوپریل و اینا هست که باعث اصلاح زبط مهار کننده های آنزیم مبدل آنجوتانزیم شامل کاپتوپریل و اینالاپریل هست که اینها مهار کننده آنزیم ایس هستن باعث کاهش آنجو تانسین دو میشن خب کاهش آنجو تانسین دو باعث میشه که اروق گشاد بشن فشار خون افت کنه از اون ور باعث کاهش آلسترول میشن و با کاهش احتباس آب و نمک باعث کاهش فشار خون میشن نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم از نظر مکانیسمی این بود که ما وقتی ایس رو مهار میکنیم دیگه برادکینین غیر فعال نمیشه در نتیجه ما افزایش برادکینین رو داریم که این خودش باعث کاهش فشار خون میشه چون برادکینین عروق رو گشاد میکنه خب جانبی مهار کننده های شامل سرفه خشک هست که علتش خیلی مشخص نیست چرا اتفاق میفته ولی به خصوص با کاپتو تو خیلی شایع هست با اینالاپری کمتر دیده میشه باعث هیپرکالمی میشه چون در واقع نمیذاره آلدستورون ترشح بشه و در نتیجه آلدستورون چون کایس پیرینگ بود اینجا هیپرکالمی رو ما در واقع میبینیم اصلاح ضبط، از عوارض جانبی مهار کننده های ایس میتونیم سرفه خوش رو نام ببریم سرفه خوش مخصوصا با کاپتوپریل بیشتر از آلاپریل هستش و میتونه مشکل ساز باشه برای مریض علتش خیلی مشخص نیست شاید به خاطر برادیکینین باشه تا حدی باعث هیپرکالمی میشه باعث راش های پوستی میشه به خاطر اون عوارض حساسیتی که داره میتونه فشار خون رو خیلی پایین بندازه و هیپوتانسیون ایجاد کنه میتونی نارسایی حاد کلیه بده آنجیو ادم و تپ هم از عوارض جانبی این دارو هاست دسته بعدی داروهامون همون های گیرنده آنجیوتانسین دو بود که لوزارتان و والسارتان رو تو اینجا داریم که میتونن با آنتاگونایز کردن اثر آنجیوتانسین روی گیرنده اثر خودشون رو اعمال کنن دسته بعدی داروهامون مسدد های کانال کلسیوم هست که به شما آنتاگونیست های کلسیوم هم میگیم شامل املو دیپین و نیفیدیپین هست که بیشتر روی عروق اثر میکنن و دیلتیازم و براپامیل که بیشتر روی قلب اثر میکنن همونجور که میدونین کلسیوم در انقباس عضلات نقش مهمی داره وقتی که کلسیوم از طریق کانال های کلسیوم وارد سلول میشه باعث تحریک انقباز عضله قلب و عضلات صاف عروق میشه مسدد های کانال کلسیوم به دو دسته اصلی تقسیم میشن دسته اول هایی هستن که برای عروق انتخابی هستن بهشون میگن ویزو سلکتیو شامل آملو دیپین و نیفی دیپین هستش که اینها داروهایی هستن که در فشار خون بالا موثر هستن چون بیشتر روی عروق اثر میکنن دسته دوم برای قلب انتخابی هستن بهشون میگن کاردیو سلکتیو که شامل وراپامیل و آزم هستش و بیشتر هست. روی خود قلب اثر میکنه و انقباضات قلبی رو کم میکنه و در نتیجه کار قلب رو میتونه کم کنه عوارضی که میتونن آنتاگونیست های کلسیم ایجاد کنن میتونن یوبوستد ایجاد کنن هیپوتانسیون یا کاهش فشار خون خستگی سردت و سرگیجه یا وسطشون به علت همون انصداد کانال های کلسیومی توی دستگاه گوارش میتونه ایجاد بشه که امکان داره موارد خاصی مراقبت های خاصی رو به طلبه از داروهای دیگه ای که برای فشار خون بالا استفاده می کنیم های آلفا آدرنرژیک هست اما آلفا براکر ها دارویی که تو این دسته داریم پرازوترین هست توی سیستم اوتونوم همی مقدار حتما براتون توضیح دادن که این آلفا بلاکر ها در واقع با مهار گیرنده آلفا روی روغ باعث کاهش مقاومت محیطی میشن و به این ترتیب میتونن باعث کاهش فشار خون بشن مهمترین آرزه آلفا بلاکر پتانسیون وضعیتی هست که بهش پدیده دوز اول میگن چرا که تو دوزهای اول بیشتر اهمیت داره و بیشتر اتفاق میافته نکته مهم این هستش که مریض در تغییر وضعیت از خوابیده به نشسته یا از نشسته به ایستاده فشار خونش بیشتر از 10 میلی متر جیوه افت پیدا میکنه و این میتونه باعث سرگیجه و یا در حالات افتادن مریض بشه باید این رو برای مریض توضیح بدیم که تو خصوصا تو هفته اول باید خیلی مراقب باشه وقتی این دارو رو استفاده میکنه هیپوتانسیون وضعیتی میتونه براش مشکل ساز بشه و باید دقت کنه خودش و اطرافیانش بعد این توضیح داده بشه تا مشکل خاصی به خصوص اگر مریض سالمند باشه پیش نیاد سایر داروهای ضد فشار خون رو اگر بخوایم بگیم داروهایی که روی سیستم مرکزی اثر میکنه مثل کلونیدین و متیل دوپا رو داریم تو این دسته کلونیدین باعث کاهش برونده مرکزی سمپاتیک میشه در نتیجه تعداد ضربان قلب رو پایین میاره و باعث کاهش برونده قلبی میشه از طرفی میتونه باعث اتصال سیاه بشه و برونده قلبی رو باز پایین بیاره از طرفی میتونه سخرک ها رو گشاد کنه و باعث کاهش مقاومت محیطی بشه. پس داروی کلینیدین خیلی اهمیت داره که چند طریق میتونه فشار خون رو پایین بیاره. سایر داروهایی که توی بحث ضد فشار خونی اهمیت دارن اصلاح ضبط سایر داروهایی که میتونن به عنوان ضد فشار خون استفاده بشن مثل مدیل دوپا که باعث کاهش مقاومت محیطی و در نهایت کاهش فشار خون میشه داروهای متصل کننده عروق مستقیم رو داریم اصلاح ضبط متصل کننده های عروقی مستقیم رو داریم وازودیلاتورها مثل هیدرالازین مینوکسیدیل دیازوکساید و سودیوم نیتروپورساید اصلاح زبط متسه های عروقی مستقیم رو داریم وازودیلاتورها ها مثل هیدرالازین، مینوکسیدیل، دیازوکساید و سودیوم نیتروپورساید که اینها میتونن فشار خون رو پایین بیارن با گشاد کردن عروق متاسف کننده های عروق مستقیم وقتی عروق رو گشاد میکنن فشار خون شریانی پای میفته باعث افزایش فعالیت سمپاتیک میشن به طور فیدبکی به طور رفلکسی اصلاح ضبط نکته که باید در نظر داشته باشیم متاسف کننده های عروق مستقیم وقتی اروغ رو, رو گشاد میکنن به دنبال اون میتونن یه سری رفلکس های رو ایجاد کنن که خودش دوباره فشار خون رو بالا بیاره به این ترتیبه وقتی اروغ گشاد میشن فشار خون شریانی که افت میکنه باعث افزایش فعالیت سمپاتیک میشه و این افزایش فعالیت سمپاتیک میتونه باعث افزایش ضربان قلب بشه قدرت انقباضی قلب رو زیاد کنه و مقاومت محیطی رو هم بالا ببره و در نهایت باعث افزایش برونده قلبی بشه نکته دیگه این هستش که این کاهش فشار خون میتونه فعالیت رنین رو زیاد کنه و این باعث بشه که آنجیوتانسین زیاد بشه و آلدوسترون هم زیاد بشه و اینها همه فشار خون رو بالا ببرن به طور رفلکسی و نکته دیگه که باید در نظر داشته باشیم وقتی فشار خون شریانی افت میکنه توی کلیه ها باعث کاهش دفع سدیم میشه و حجم مایع خارج سلولی زیاد میشه و اینا همه باعث میشن که اون افت فشار خونی که ما با گشادی عروق داشتیم یه مقدار برگرده برای همین هستش که توصیه میکنن همراه متصل کننده های عروقی مستقیم ما بیام یه بتا بلاکر هم استفاده کنیم که این افزایش فعالیت سمپاتیک رو یه مقدار با اون افزایش فعالیت رنین رو یه مقدار جبران کنه و یه دیورتیک هم بهشون اضافه کنیم تا اون کاهش دفع سدیم جبران بشه و به این ترتیب بتونیم فشار خون رو خوب کنترل کنیم پس وقتی از متصل کننده های عروقی مستقیم استفاده می کنیم اصلاح ضبط پس نکته ای که هست وقتی از متصل کننده های عروقی مستقیم استفاده می کنیم مثل هیدرالازین که حالا به صورت آیوی یا خوراکی می تونه استفاده بشه باید در نظر داشته باشیم که بهتره که همراه یک بتا و یک مدر یا دیورتیک دارو استفاده بشه تا بتونیم اثرات پایین آورنده فشار خونش رو داشته باشیم. از متصته کننده های عروقی مستقیم دیگه مینوکسیدیل رو داریم. که شریانچه ها رو متصل میکنه توی درمان فشار خون شدید مقاوم به سایر داروها میتونه استفاده بشه دیازوکساید رو داریم که به صورت داخل وریدی میتونه استفاده بشه اصلاح سبت از متصل کننده های عروقی مستقیم این رو داریم که به صورت خوراکی میتونه استفاده بشه و شیانچه ها رو متصل میکنه توی درمان فشار خون شدید مقاوم به سایر داروها میتونه استفاده بشه دیازوکساید رو داریم که به صورت داخل وریدی مثل هیدرالازین عمل میکنه در موارد اورژانس های فشار خون و پاتی های همراه با پرفشاری خون و در موارد اکلامپسی در خانم های حامله میتونه استفاده بشه سودیوم نیتروپروساید رو داریم که به صورت داخل وریدی انفوزیوم میشه متصل کننده شریان ها و ورید هاست ها و در اورژانس های فشار خون میتونه استفاده بشه نکته دیگه ای که در درمان پرفشاری خون اهمیت داره که اگر یک فردی بیماری زمینی داشته باشه از این دست داروهایی که برای فشار خون بالا گفتیم بعضیش رو نمیشه استفاده کرد بعضیش انتخاب اوله و بعضیش انتخاب دومه به انتخاب اولمون توی این چند تا اسلاید با سبز نشون داده شد. داروهای شده داروهای تجویز شده شایع رو ما در این با سبز نشون میدیم با باکس های سبز اگر داروهای اونا نبودن و یا به هر علتی نمیشد استفاده شد میتونه داروهای جانشین که با باکس زرد نشون داده استفاده کنیم نکته مهم این هستش که داروهایی که تو باکس های قرمز هست اصلا نباید استفاده بشه مثلا اگر مریض آنژین صدری داره بهترین داروها به تابلاکرها و آنتاگونیست های کلسیوم هست چرا؟ چون کار قلب تو این با این داروها پایین میاد یعنی مریضی که اصلاح ضبط توی درمان پرفشاری خون یه نکته ای که باید دقت کنیم بیماری های زمینه ای هستش که به طور همزمان بیمار داره یعنی شما بهتر یه جوری درمانتون رو انجام بدید که به بهبود اون بیماری زمینه هم کمک کنه و یا آرزایی برای اون بیماری ایجاد نکنه توی این چند تا اسلاید داروهایی که شایع استفاده میشن و انتخاب اولمون هست رو با باکس های سبز نشون دادیم داروهایی که میتونن جانشین بشن با باکس های زرد نشون دادیم و داروهایی که اصلا نباید استفاده کنن با باکس های قرمز مثلا توی آنژین صدری آنجین صدری به خاطر این هستش که کار قلب نمیتونه توسط اکسیژن کافی تم در موقع اصلاح زبط توی درمان پرفشاری خون یه نقطه ای که باید در نظر بگیریم بیماری های زمینی هستش که به طور همزمان با افزایش فشار خون برای مریض وجود داره ما این توی دست داروهایی که گفتیم باید در نظر بگیریم که بیماری زمینی فرد چی هستش و یه کاری کنیم که اون بیماری زمینش هم بهتر شه یا حداقل بدتر نشه داروهایی که به طور شایع و در واقع در خط اول درمان هستن رو با باکس های سبز نشون دادیم داروهای جانشین رو با باکس های زرد و داروهایی که منع مصرف دارن رو با باکس های قرمز مثلا تو آنجین صدری تو آنژین صدری مشکل مریض این هستش که اکسیژن کافی به قلب نمیرسه و در نتیجه میره تو فاز بی که اکسیژن رو بگیره و به این ترتیب واسهش درد ایجاد میشه اون تولید اسیدوز متابولیک در محل باعث تحریک اصف ها میشه و درد میده خب باید چی کار کنیم؟ بیایم کار قلب رو زیاد کنیم تو این وای نشد اصلاح زبط توی درمان پرفشاری خون یه نکته ای که باید در نظر بگیریم این هستش که اگر مریض بیماری زمینه داره به طور همزمان یه کاری کنیم که اون بیماری زمینش بهتر شه یا حداقل بدتر نشه برای همین تو این دسته داروهایی که گفتیم توی هر بیماری یه سری داروها ارجه و یه سری از داروها نباید داده بشه تو این چند تا اسلاید من داروهای تجویز شده شایع رو با باکس های سبز نشون میدم که اینا خط اول درمان هستن داروهایی که میتونن جانشین بشن رو بخ... با, با باکس های زرد نشون دادم و داروهایی که نباید اصلا استفاده شدن رو با باکس های قرمز مثلا تو آنجین صدری تو آنجین صدری ما باید کاری کنیم که کار قلب کم بشه یا از اون ور اکسیژن رسانی زیاد بشه خب وقتی ما بتا بلاکرها و آنتاگونیست های کلسیم رو برای کاهش فشار خون استفاده می کنیم، کار قلب هم کم میشه و میتونه به درمان آنجین صدری هم کمک کنه پس بتا بلاکرها و آنتاگونیست های کلسیم خط اول درمان ما هستن ولی خب میتونیم از دیورتیک ها و مهار کننده های ایس هم استفاده کنیم چون اینها هم در واقع میان در واقع اون فشاری که روی قلب هست رو برمیدارن دیورتیک ها با کاهش فشار خون و مهار کننده های ایس هم به همین ترتیب و در نتیجه میتونه مؤثر باشه توی دیابتی که وابسته به انسولین هست ما میتونیم از مهار کننده های ایس و آنتاگونیست های کلسیوم برای کاهش فشار خون استفاده کنیم اگر همزمان با دیابت فشار خون بالا داره مریض ولی توصیه میشه از بتا استفاده نشه بتا اون در واقع علائم کاهش قند خون رو اخفا میکنن چون وقتی قند خون خیلی پایین بیفته میتونه برای مریض خطرناک باشه و مریضانی که دیابتی هستن و وابسته به انسولین هستن اگر یک دفعه انسولینشون رو زیاد استفاده کنن و یا مثلا فعالیت زیاد داشته باشن به طور غیر معمول میتونه قندشون انقدر افت کنه که برای مغز خطرناک باشه خب وقتی قند افت میکنه تحریک گیرنده های بتا باعث تحریک و افزایش ضربان قلب میشه و مریض این رو احساس میکنه و میتونه با خوردن یه ماده شیرین سرین رو جبران کنه و مشکلی براش پیش نیاد وقتی بتا بلاکر میدیم این علائم کاهش قند خون اخفا میشه و دیگه مریض متوجه نمیشه قند خونش پایین افتاده و میتونه عوارض کاهش قند خون براش ایجاد بشه دیورتیک ها میتونن چون خود این مریض ها یه مقدار مشکلات حجم خون رو دارن دیورتیک ها با افزایش ادرار و کاهش حجم خون میتونن برای این مریض ها مشکل ساز بشن و بهتر استفاده نشن اگر مریضی فشار خون بالا داره و, و دیابت داره بهتر از دیورتیک ها برای کاهش فشار خونشون استفاده نکنیم توی مریضی که هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون داره بهتر از مهارکننده کننده های ایس و آنتاگونیست های کلسیوم استفاده کنیم به تا ها به نظر مثل بهتر استفاده نشن چون خودشون میتونن چربی خون رو بالا ببرن از نظر متابولیسمی دیورتیک ها هم چون باعث تقلیز میزان چربی خون میشن بهتر استفاده نشن توی مواردی که بیمار نارسایی احتقانی قلب داره میتونیم از دیورتیک ها استفاده کنیم از مهار کننده های ایس میتونیم استفاده کنیم از بتا ها میتونیم استفاده کنیم در شرایط خاص یعنی همه اول همه بتا بلاکر قابل استفاده نیستن و تو مواردی که بیمار هنوز قلبش اونقدر نارسا نشده و خیلی شدید به فاز نارسایی نرفته تو مواردی میتونیم استفاده کنیم از بتا و کمک میکنه به بیمار جایگزین اون میتونه آنتاگونیست های کلسیوم باشه ما یه نکته ای باید در نظر بگیریم که از آنتاگونیست های کلسیومی استفاده کنیم که ویزو سلکتیف هستن و فقط روی عروق استفاده میشه روی عروق اثر میکنه مثل آمرو دیپین و نفی دیپین. ما مجاز نیستیم از وراپامیل یا دیلتیازم که کاردیو سلکتیف هستن و کار قلب رو کاهش میدن استفاده کنیم پس این هم نکاتی بود که در مورد نارسایی احتقانی قلب داشتیم اگر مریضی فشار خون بالا داشته باشه و در و سابقه انفارکتوس میوکارد قبلی رو بده میتونیم از بتا ها و مهار کننده های ایس استفاده کنیم جایگزینش میتونیم دیورتیک ها و آنتاگونیست های کلسیوم رو هم اضافه کنیم اگر مریضی بیماری های کلیوی مزمن داره بهترین داروها دیورتیک ها و آنتاگونیست های کلسیومی هستن ولی در این حال میتونیم از بتا ها و مهار کننده های ایس هم استفاده کنیم در بیماران که آس و بیماری های مزمن ریه دارن نکته مهم این هستش که بتا بلاکر ها حتما ممنوع هستن تو این بیماره ها چون میتونن راه های هوایی رو تنگ کنن و باعث بدتر شدن وضعیت بیمار بشن داروی انتخابی میتونه دیورتیکها ها باشه میتونه آنتاگونیست های کلسیوم باشه و میتونیم به طور جایگزین از مهار کننده های ایست استفاده کنیم به این ترتیب تو این جلسه من براتون تعریف کردم که فشار خون طبیعی چی هست توی افراد و چه به چه فشار خونی ما میگیم فشار خون بالا یا پرفشاری خون نحوه تنظیم فیزیولوژیک فشار خون رو توضیح دادم که بر اساس اون داروهاش تعریف میشه و فیزیوپاتولوژی بیماری پرفشاری خون انواع داروهای ضد فشار خون رو توضیح دادم مکانیسم هاش رو گفتم و کاربردها ها و عوارزش رو توضیح دادم و بر اساس این اثرات و عوارز نشون چند تا اسلاید براتون داشتم که نشون میداد که به چه ترتیبی ما و داروهای ضد فشار خون رو در زمینه بیماری های دیگه استفاده کنیم که کمک کنیم به درمان اون بیماری و یا حداقل باعث آرزه‌ای آرزه برای اون بیماری ها و بدتر شدن وضعیتشون نشیم منابع این دست شامل فارمکولوژیک بیسیز آب نرسینگ پرکتیس هستش و کتاب های کتزون خود کتاب اصلیش بیسیک ان کلینیکال فارمکولوژی و کتاب اگزامینیشن اند بوردش که میتونه کمک کنه کتاب لیپین کات رو داریم لیپینگ کات ایلاستریتد ریویوز فارماکولوژی که میتونه برای فهم مطالب استفاده بشه تصاویر خیلی خوبی داره که میتونیم برای فهمیدن مطالب استفاده کنیم در صورتی که نیازی بود سوالی داشتین میتونید با ایمیل یا تلفن با من در تماس باشین موفق باشین خدا نگهدار